بر بینندگان تلویزیون ایران آریایی، درود بر کسانی که دلشون برای ایران میزنه و در راه رهایی ایران تلاش میکنند، درود بر کسانی که در راه رهایی ایران جان دادند و درود بر کسانی که در بند هستند و درود بر کسانی که مبارزه میکنند، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران. گرامیان، بهرامشید دگر و سه‌شنبه تازی دگر در کنار شما و همراه با شما هستم و امید است که این تلاش های ما به ثمر برسه و روزی باشه که در کنار شما همراه با شما در ایران باشیم و با هم روز آزادی را جشن بگیریم. ما تلاش میکنیم و امیدمون فقط به خاطر اون روزه که در کنار شما باشیم و شادی شما ما رو شاد بکنه. و کسانی که در راه ایران جان دادند، تلاش کردند، سالها تلاش کردند و تلاش کردند، بسیارانند از آغاز تاریخ تا امروز، از آغاز تازش تازیان بر کشور ما تا امروز، از بهمن جازویه، بهزاد همدانی و همینطور بیا جلو تا یعقوب لیس، تا بابک خرمدین و تا کسروی بزرگ که تلاش کردند و جان در راه میهن گذاشتند. کسروی مرد فرهیخته ای که بسیار ایران پرست بود و در راه ایران بسیار تلاش کرد و در راه ایران کشته شد. بهشون میگه که دور از آزادگی است، کم از درد نالیدن و در پی چاره نبودن. که کسی که راستی رو نپذیرد، اندوه توده را نخورد، دست از خودخواهی بر نمیدارد، این نشان از بدنهادی اوست. گرامیان، درد بسیاره و چاره درد هم هست، نه که ما فقط مایوس بشیم. سالهای بسیاری در پیش از 35 سال پیش در رژیم پهلوی کنفدراسیونی بودش در خارج از کشور ما، دانشجویانی که پول میگرفتن، پول تحصیل میگرفتن، پول جیبی میگرفتن، در خارج بودن و میدن خارج و زیر پوشش دولت ایران بودن. از هنگامی که از ایران میخواستن پرواز کنن به اینا چیکار میکردن؟ با اون کنفدراسیون تلفن میشد، آمار داده میشد، در فرودگاه منتظر این بچه ها بودن، به اینا رو جذب میکردن، میبردن. و چه میکردن با اینا؟ اینا سازماندهی میکردن و هر کجا که آریامهر میومد اینها رو گروهی میبردن در کشوری که بود و بر علیه آریامهر شعار میدادن، تخماق پرت میکردن، گوجه فرنگی پرت میکردن و میخواستن کارهای مثبت آریامهر رو خونسا کنن. البته پس از حکومت خمینی گجستک و مداری که رو شد، چه در آلمان چه در جاهای دیگه، مشخص شد که از کجا آب میخورد و این پولهای جا به جایی این همه آدم از کجا آب میخورد و چگونه میشد که یک سری هر کجا که آریامهر میرد میرفتن اونجا تظاهرات میکردن برای ایشون و سمپاشی میکردن، مثل آلمان که اون یک دانشجو کشته شد و بادرمانی ها به وجود اومد. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق
مشخص اون پل مشخص شد که اون پلیسی که اون دانشجو رو کشته و در پی اون کشته شدن دانشجو بادن‌مانهوفی به وجود اومد که مبارزه مسلحانه می‌کرد در آلمان و سرانش در زندان بودن، به زندان کشته شدن و مشخص شد که اون پلیس عامل اروپای شرقی بوده و دستور از کاگبه اتحاد جماهیر شوروی می‌گرفته. مدارکش هست، همه چی مشخصه. با اون کسانی که رهبر این کنفدراسیون بودن، من نمیدونم امروز آیا دموکراسی واقعی در ایران حکومت میکنه؟ آیا ما دموکرات شده حکومت آخوندها؟ آیا آخوند ملا علی خامنه‌ای بسیار سمبل دموکراته؟ آیا آقای روحانی که رئیس جمهور ایشونه، منتخب ایشونه، که در مدتی که ایشون اومده در سر کار یه سیزو در 870 نفر رو اعدام کرده، در خیابانها به دار کشیدن، آیا دموکرات هستن ایشون؟ چگونه شد که در بودن اینها نیروهایی که تشکیل دهنده اپوزیسیون بودن مثل خان بابا تهرانی و بسیاران، که منی که اون موقع جوانی بودم کم سن سال، ما را به بیراهه میکشیدند با گفتاری از کانت و نیچه و هگل و روسو و افلاطون و سقراط و ارسطو و هگل، هایدنبرگ، مارکس و لنین و ماو، مثل همونطوری که آخوندها حلیت متقی برای ما میخوندن. چگونه شد این گرامیان، فرهیختگان، نخبگان سیاسی ما امروز هیچ چیزی، هیچ فراخوانی نمیدن آقای خان بابای تهرانی، فرهیخته گرامی که رهبر و بنیانگذار، یکی از بنیانگذاران کنفدراسیون بودید، تو که در تلویزیون، در رادیوی پکن سینه چاک میدادی و حقوقی میگرفتی در حد حقوق رئیس جمهور چین، امروز کاری نمی کنی. کسی که یه اشتباهی میکنه، گرامی اینا بهتون بگم، هر انسانی اشتباه میکنه، منم اشتباه میکنم، همه اشتباه کردن، هر موجود زندهی که هست کار سازندهی که میکنه اشتباه میکنه، یه بنایی که یه ساختمون میخواد بسازه حتما اشتباه میکنه، باید اشتباه کنه. یک دانشمندی که فرمولی رو بخواد تهیه کنه، انیشتن باشه، هر کسی باشه، باید اشتباه بکنه تا به درستی برسه. من به عنوان یک انسان، به عنوان کسی که قربانی اندیشه های اینا بودیم، به عنوان کسی که کتاب های اینا رو میخوندیم، به عنوان کسی که گوش به فرمان اینا شده بودیم و میگفتیم شاه خائن، من تا جایی میرم که گروهی تشکیل میدن در نیروی هوایی که میخواستیم شاه رو ترور بکنیم و میام اقرار میکنم که من اشتباه کردم. هیچ ادعایی هم ندارم که بگم من اشتباه کردم، من از لایه پایین جامعه هستم. اگر من رشد کردم، اگر من سواد آموزی شد در من، اگر با سواد شدم میتونم دو کلمه گفتگو کنم، تمامی اینها صدقه سریه پهلوی هاست. چگونه میشه که ما اینقدر انسانهایی میشیم که ناسپاس میشیم؟ چرا ناسپاس میشیم؟ من خودم رو بگم، رضا شاهی که میاد یه مخروبه ای رو از قاجارهایی که اون زندگی رو برای مردم ایران به وجود آورده بودن، ایران رو به گورستان تبدیل کرده بودن، ایران رو تبدیل میکنه به جایی که از شمال تا جنوب راه پیدا میکنه، دادگستری به وجود میاد، برای منی که پایین بودم بانک به وجود میاد که تا دیروزش بانک ها یا روسی بود یا انگلیسی بود، و ارتشی به وجود میاد که از کشور دفاع کنه، هر تیکه کشور دست یک کسی بود، و آریامهر میاد که
قانون ارباب رعیتی رو ملغا میکنه و به زن آزادی میده. و در پی این گرامیان، در پی این تلویزیون هایی هستن که فقط مزدور جمهوری اسلامی هستن و تلویزیونی مثل تلویزیون ایران آریایی میاد که خدمتگزار مردم میشه بدون اینکه یک آگهی حتی داشته باشه، برای مردم ما تلاش میکنه در حد خودش و اندازه خودش. و کسی مثل آقای آریان وطنخواه پا پیش میگذاره، تلویزیون رو بیاره که تو اون کسانی مثل من که درد کشیده هستم، سالها زندان بودم و تلاش کردم میتونم حرف بزنم. چرا ما قدر ناشناس هستیم؟ چرا پهلوی ها رو اونگونه طرد کردیم؟ شاه گرگان از ایران رفت بیرون و گفت وحشت بزرگ در انتظار مردم ماست. چرا ما برفش گوش نکردیم؟ اینا تمام اون کسایی که به ما دیکته میکردن، کتاب مینوشتن، مقاله مینوشتن، سخنرانی میکردن، تشکیل جریان های اجتماعی میدادن، مثل حزب و سازمان، مثل چریکا، مثل حزب توده، به ما القا میکردن که شاه خائنه. ما را به بیراه کشیدن، به نیندیشیدن، نیندیشیدن. ولی امروز با ضربه هایی که از این جمهوری ننگین اسلامی خوردیم، بچه های ما رو به اعتیاد کشیده، برادران قاچاقچی که تون تون مواد مخدر به ایران وارد می کنن، دختران ما رو به فحشا می کشن و پسران ما رو همینطور و قطعات بدن می فروشن مثل کلیه و قلب و هر چیز دیگه، و کشور ما رو به روزی انداختن که مردم حتی سبزی خوردن هم نمی تونن بخرن، براشون مشکله، نون براشون آرزو شده، گوشت براشون آرزو شده، یکنون ارزون بخرن. اون کسانی که باعث بانی این مسائل بودن چرا خودشون کشتن کنار؟ چرا کشتن خودشون کنار؟ چرا آقای خامنه‌ای و تهرانی که اونقدر که فعالیت میکرد برای به زیر کشتن جمهوری، به زیر کشتن پادشاهی، که اون همه برای ما نعمت آورده بود، پاسپورت ما در تمام جهان بهش احترام میذاشتن، پول ما همه جای جهان ارزش داشت، چرا اون موقع اینقدر تلاش میکرد و چرا اون موقع کسانی مثل منو با فلسفهی که بود، فلسفهی که از این و اون آموخته بود، از روخونی میکرد، از مارکس و انگلس و لنین و همه مثل آخوندی که حلیت و متقیق میخونه، باره به بیراهی میکشید، چه در رادوی پکنش، چه در کنفدراسیونش که بچه که از ایران میمادن خارج، چه جای دیگه. چرا امروز فقط گهگاهی میاد تو تلویزیون وایس آف آمریکا یا بی بی سی یک گفتار بسیار کوچولی میگه یا همون ببخشید؟ چرا نمیاد تو تلویزیون ایران آریایی برنامه ساعتی داشته باشه بگه آقا من اشتباه کردم؟ همون گونه که هر روز در تلویزیون، در رادیوی پکن برنامه اجرا میکرد. ما توقع داریم، ما از ایشون ضربه خوردیم، مشکلی که داریم نجید نه تنها فقط ایشون، همشون هستش. آقای متین دفتری هم اینطور، فقط بقیهشون همه، اگر من از ایشون نام میبرم فقط ایشون نبوده، حاصل جوادی هم اینطور، همه نویسنده ها، همه گوینده ها، اون ترانه سراها، اون خواننده ها، چرا نمیان پا پیش بذارم؟ آقای داریوش چرا نمیه پا پیش بذاری؟ کوچه ها تاریکن، دکون ها بسته است، بیایید حرف بزنید، بیایید دفاع کنید. این مردم همون مردم هستن، ولی بدبختر و بیچارتر، و حکومت جمهوری اسلامی سوار بر گرده مردمه، همه آخوندها سوار ما هستن. و منتظر امام زمانی که از چاه بیاد بیرون، اندیشه مردم رو میخوان به چاه بکشن.
ولی خوشبختانه همون گونه که اون گجسته که رهبرشون گفتش که لکن اگر ما برویم اسلام در خطره، جو بسیار بزرگی در ایران بزرگ بلند شده به نام گریز از دین، دین گریزی موجش بلند شده. گرچه به مردم ما در سال 88 به بیرون به خیابان ها اومدن به صورت میلیونی، 4 میلیون اومدن خیابون، گرچه گفتن اوباما یا با اونا یا با ما، و اوباما با اونا بود، آقای رئیس جمهور آمریکا، گرچه میخواستن فرار کنن، پولاشون توی ترکیه گیر کرد و جاهای دیگه گیر کرد، ولی امروز رنسانسی خیزش کرده بر جهانیه و این بار مردم جهان به خاطر مسائلی که در بین دولت‌هاش به وجود اومده به پا خواستن. این خیزش از آمریکا به وجود اومده که مردم جهان پشتیبان مردم جهان باشن. البته این جریان مثل مارکسیست نیستش که مدون شده باشه، نوشته شده باشه و در راه نوشته شدن است. به زودی این تئوری تئوریزه خواهد شد و نوشته خواهد شد و به دنبال این تئوری که مطرح شده در جهان، سازمان آرکاکس و موتورسواران آمریکایی برای پشتیبانی مردم ایران حرکت داره میکنن. به دنبال اون طیفای بسیار زیادی و خواهید دید و شاهد خواهید بود. ما در جهان تنها نیستیم همیهنان من، ما یاران بسیاری از مردم جهان داریم، نه دولت‌های جهان. مذاکره بین دولت ایران و دولت 51 بسیار زیاد برگزار شده و برگزار میشه، ولی مردم جهان به خاطر حفظ منافع خودشون به دنبال بقیه مردم هستن و امروزه مردم ما پشتیبانان بسیار گسترده‌ای پیدا کردن. اگر حرکتی بشه مشخصا از ما پشتیبانی خواهد شد. من از استاد درخواست میکنم که اگر میشه اون عکس دوتا سناتور رو بگذارن من ادامه بدم. گرامیان، در پی این رنسانسی که بهتون گفتم، اکنون دوتا از نمایندگان کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه کنگرسمن هایی هستن که رفتن به کنگره آمریکا و اعلام کردن که به خاطر نقض حقوق بشر بایستی تمامی دارایی های رئیس جمهور ایران آخوند روحانی، رهبر ایران آخوند ملا خامنه ای رو باید بلوکه کنن. اگر شما این رو امروز میبینید، این فقط خودشون نیستن، این رنسانسی است که برگزار شده، این رنسانسی است که مثل سیل جاری است و این دوتا نماد اون هستن، نمونه اون هستن. اینا همه نیستن. فکر نکنید اینا یک باره یه همچی کاری کردن، چرا پیش از این نمی کردن؟ ایرانیانی که در ایران دارید مبارزه میکنید، بدونید به این که همونطور که خمینی میگفت دل خوش نباشید نمیدونم فلان و بیسار، آب رو مجانی میکنید، برق رو مجانی میکنید، دروغ میگفت، شما نماد مردم آمریکا رو دارید میبینید، نماینده های کنگره رو میبینید که دارن از شما پشتیبانی میکنن، نماینده سازمان هایی که در آمریکا هستن که از شما پشتیبانی میکنن میبینید که آرکاکس از شما پشتیبانی کرده، یا موتور سوارانی که مظهر آزادگی در آمریکا هستن برخلاف جای دیگه میبینید که از شما پشتیبانی کردن و این دامنش بسیار گسترده است و ادامه خواهد داشت. ما این رژیم را به زیر خواهیم کشید. این فرمان تاریخ است که ما پس از 1400 سال ننگ و سیاه روزی باید پیروز بشیم. ما مصممیم که این رژیم آخوندی را به زیر بکشیم. گرامیان، یک دستی از داخل ایران که داره تلاش میکنه و یک دستی از خارج، این دو دست دست به دست هم دادن
و مبارزه در این مبارزه ما پیروز هستیم. ما باید آخوندیست رو به زیر بکشیم، باید اسلامیست رو نابود بکنیم که در جهانی رو نابود بکنه و ابزاری شده در دست اون کسانی که ضد ما هستند. اون ابزار چه حزب الله باشه، چه القاعده باشه، چه طالبان باشه، چه الشباب باشه، چه سازمان مجاهدین خلق باشه. سازمان مجاهدین خلق از اونجا که به مردم ایران خیانت کرده، در جنگ 8 ساله در کنار صدام حسین بوده و میلیاردها دلار پول گرفته، به خاطر این مردمی نیست. در پاریس سالن بسیار بزرگی اجاره میکنه که اجارهش کلیه، و یه سری کنگرسمنی که این دوتا کنگرسمن فعال هستن و هستن، کنگرسمنی که از رده خارج شدن پیر هستن و بازنشسته هستن، به اونا پولای کلون میدن، میادن میخوان مردم رو به بیراهه بکشن. و آدم هایی میارن توی اون سالن، آفریقایی یا از هر کجای دیگه یا افغانی، فرق نمی کنه، و ایرانی نیستن. چرا؟ گرامیان، اپوزیسیون تبدیل به کمپوزیسیون شده. چرا شده؟ به بیعملی کشیده شده. چرا؟ چرا این اپوزیسیون در سال 50 همه با هم متحد بودن، همه با هم یک کاسه شدن به فرمان خمینی و در بزیر کشیدن حکومت پادشاهی که در خدمت ایران بود، یک حکومت دموکرات، سکولار و مدرن؟ چگونه شد که این اپوزیسیون امروزه که این همه جنایت داره این رژیم میکنه، در خیابان‌ها دار میزنه؟ اگر اون رژیم کسی رو که ما قتل کرده بود، ترور کرده بود، به کسی رو محاکمه میکرد، بعد میگفتن این جنایتکاره. اگر صمد بهروی که تو شنا بلد نبود رفت تو رودخونه غرق شد، میگفتن آقا این شاه کشته. چطور میشه که هر روز دارن اینا میکشن و اینا جیکشون در نمیاد؟ رهبر چریکای فدای خلق در لندن میره با پوزخندی که به مردم میزنه که اعتراض میکنن به روحانی رأی میده. آقای عزیز، شما باید پاسخ این 870-80 نفری که اعدام کرده روحانی، باید این پاسخ باید بدی. از کجا معلوم که اینا قاچاق فروش بودند یا دزد بودند؟ کی میدونه؟ هر کسی که میخوان اعدام کنن یه انگی بهش میزنن، هر کسی که میخوان بگیرنش یه انگی بهش میزنن. مگه نظرم من خودم نمونه اینجا، من نمونه زنده اینجا هستم. من وقتی خواستم دستگیرم کنن، گفتن تو مواد مخدر فروختی. وقتی که من پام به اوین خورد، گفتن این همش بازی بود، همه رو گرفتیم، فقط منتظر تو بودیم و تو هم گرفتیمت. بازی تموم شد. گرامیان، هوشیار باشید و گوله ایران رو نخورید. یه سری هستن که میان وقتی باشون حرف میزنی بهشون میگن آقا، میگن ما اصلا سیاسی نیستیم. آقا من که سیاسی نیستم. آقا وقتی که گفتگو میکنن عروسی فلانکس، از صیغه کردن فلانکس و چرت پرتایی که سرهم میکنن میگن، ولی یک کلمه حرفی که راجع به درد مردمه نمیخوان قبول کنن. و اگر سخن از مبارزه هم باشه، در دروغگویی اینا پیش از همه میخوان بگیرن، از حرف هم کم نمیارن، بعد از هر طرف به وضع اینا با هم اونا هستن. اگر تو اتوبوس باشن، پشتیبان راننده هستن. اگر در داخل کشور باشن، پشتیبان حکومت هستن. اگر کاری ازشون بخواید، میگن من که سیاسی نیستم. این مشکل ماست. ولی تا دلت بخواد جوکای قومیتی میگن. رشتی چی گفت؟ ترکه چی شد؟ لوره چی شد؟ یا اون یکی چی شد؟ از اینا خیلی خوب بلدن. مشکل ما اینا هستن که وبال گردن ما شدن، مشکل ما اینا هستن که مشکل ساز شدن و
مشکل نخستین اون که اون اپوزیسیون بودن که کمپوزیسیون هستن و این کسایی که همراه با حکومت هستن. و مسئله دیگه ای هستش که اونا هم براتون باز دوباره بازگو میکنم. یکی از مشکلی که ما داریم، ما ناسپاس هستیم. کسی که تلاش میکنه، ما نمیخوایم تفاوتی بین اون کسی که داره تلاش میکنه با اون کسی که ما رو به زیر میکشه، کسی که ما رو نابود بخواد بکنه، کسی که بخواد ما رو از هرچی که هستیم خالی بکنه، فرق نمیخوام بذاریم. یک کسی آدم بی مقداری که میاد جوکی میگه در مورد آذربایجانی، در مورد لور، در مورد رشتی، قزوینی، هر کجا، فرق نمیکنه. میخندیم. در صورتی که اگر کسی که به راستی امروزه پس از 35 سال خفت و خاری و بدبختی و این همه مشکلات، اگر یه مقداری بیاندیشه، جلوی این جوکا رو بگیره، بگه آقا این جوک رو نگو، خود رو مسخره کن. کسی که کسی رو مسخره میکنه خودش مسخره است. گرامیان، اجازه ندید کسی از این جوکا بگه. این جوکایی که راه افتاده مربوط به حالا نیست، از پیشم بوده. اینا برای اینکه تفکیک بندازن بین من و شما، بین آذربایجانی و لور، بین لور و رشتی، بین رشتی و قزوینی، همینطور برای بقیه، فرق نمی کنه. اصلا اجازه ندید کسانی که فرهیخته هستن، با خرد به زندگی نگاه میکنن، تلاش میکنن، اجازه ندید یه همچین جوکایی اصلا گفته بشه. اگر میخواد جوک بگی، بگو آقا یه کسی بود اینجوری بود. چرا براش نام ایرانی میذارید؟ بگو آقا یه انگلیسی بود، بگو یه آمریکایی بود. چرا میگی ایرانی؟ چرا یه قومیت رو میگی؟ اگه راست میگی بگو یه اسکاتلندی بود. میترسی؟ ورزش که نداری؟ نمیتونی بسازی؟ میتونی بسازی، ولی یک مقداری متعهد باشید نسبت به چیزی که از دهن شما در میاد، گفتاری که میگید. صحنه مبارزه فقط جنگ نیست. در قدیم شمشیر به دست میگرفتن، امروز مسلسل به دست میگیره. نه، این نیست. جنگ لفظی هم هست، جنگ فرهنگی هم هست. ما امروز یکی از مشکلاتی که داریم، شما حساب بکنید که اگر این حکومت فردا بریزه پایین، فرق نمیکنه. اگر ما فرهنگ خودمون رو نداشته باشیم، دوباره به دست نیاریم، اگر از این فرهنگ تازشگری که بر کشور ما چیره شده، دروغ رو ترویج کرده، رواج داده، کشتارگری رو هر روز داره ادامه میده، رواج میده، خشونت رو داره همگانی میکنه، تجاوز رو همگانی داره میکنه و بی‌تفاوتی رو داره همگانی میکنه، ضد ملیت رو داره همگانی میکنه، میخواد ما بیخیال باشیم، بگیم آقا ما سیاسی نیستیم، ما فقط جوک میگیم. دلون به خاطر مثلا فرض کن عروسی فلان کس که عروسی کرده اون خوب یادمون هست، فلان کس که فلان موقع صیغه کرده اون یادمون هست، خیلی خوب میخندیم، ولی راجع به دردها حرف نزنیم، هیچی نگیم، ساکت باشیم. درد اون دوونی که در خیابان اعدامش میکنن اصلا از اون حرف نزنیم، یا اون کسی که شکنجه میشه از اون حرف نزنیم، از ترانه ای که میگیرن بهش تجاوز میکنن، آتش میزنن و میکشنش، حرفی نزنیم، چون اون سیاسیه، ما که سیاسی نیستیم که. پس شما کی هستی؟ کسی که بی درد باشه اصلا انسان نیست. کسی که دردی که بر اون ترانه به وجود براش داد شد، اون تجاوزی که بهش کردن، یا خانواده ندایی که بچه‌شون رو کشتن، یا سهراب، یا هزاران کسی که بی‌نام بودن بهشون تجاوز کردن کشتن، اینا براشون مهم نیست. ولی جوکی که بگن آقا رشتی فلان کرد، ها 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 بخندن. این رژیم اسلامیستی و اسلام از آغازش میخواستن ما رو بی مقدار بکنن، ما رو بی ارزش بکنن. و کسانی مثل
کسروی بزرگ وقتی که میاد تلاش میکنه، همین اپوزیسیون همین کمپوزیسیون، من نامشون رو نمیبرم، اون وقتی اومد گفتش که بایستی زبان پاک باشه، وقتی سخن از فرهنگ بود گفت فرهنگ هست یا نیرنگ، کتابش هستش برید بخونید. من توصیه میکنم که کتابای کسروی که 70 جلد بالاست، بعضیش جزوات بعضیش هم قطوره، مثل شهریاران گمنام، مثل تاریخ خوزستان یا زندگانی من، یا تاریخ انقلاب مشروطه یا آذربایجان و و بسیار، ولی مدت زندگیش این کار رو کرد. ولی این کسانی که این گناه هستن اون کتاب ها رو نمیخوان بخونن و اجازه نمیدادن بخونیم. ما اون موقعی که مسخرش میکردن این اپوزیسیون، میگفتن آقا چرا ایشون میگه که واژه هایی به کار میبره مثل درود؟ نه آقا، باید بگیم سلام. اگر یه آقای از شنان، من اکنونم نمیخوام اسمشون نامش رو ببرم، میگه اگر من میگه بگم درود، خب سعدی رو چه کنم، حافظ رو چه کنم، مرد حسابی، بس چرا فردوسی رو نمیگه من چه کنم؟ چرا چسبیدی به حافظ و سعدی؟ و وقتی ایشون رو کشتن، ترور کردن، یک بار 28 ضربه با شمشیر و قمه و کارد بهش میزنن، ایشون زنده میمونه و امیر دادگستری شکایت میکنه به همراه آقای حداد، یه جوانی بود همراهشون بوده، چوبشون رو در دادگاه ترور میکنن. و اون کسی که سمبل ملیته، نماینده دادگستری بود، آقای دکتر محمد مصدق السلطنه، از قاتلین آقای کسروی دفاع میکنه و اینا رو آزاد میشن. چرا؟ کمپوزیسیون چرا اون موقع هیچ حرفی نزدن، هیچ پشتیبانی نکردن و پس از اونم همه مسخرش میکردن که کسروی چیه با چیه، چه چپش چه راستش چه جبهه به اصطلاح ملیش، همه احمد کسروی رو مسخره میکردن. و امروز همون اپوزیسیونی که اون روز اون کارو کرد، باز امروز هم همون کار رو داره میکنه. چرا این کار میکنه؟ چرا رژیم که 35 سال داره از روز نخست جنایت کرد، از سینما ریکس آبادان شروع شد، از اون آخوندی که در اصفهان بود ترور کردن شروع شد، و امروز به جای رسیده که آخری رئیس جمهورشون 870-80 نفر رو اعدام کرده، تا اونجا که خودشون اعلام کردن ما در خفا نمیدونیم که چند نفر اعدام کردن، و اینا ساکتن. بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجوی ایران، کجا هستید؟ چه میکنید؟ شما مسئول هستید. نویسندگان کتابهای آنچنانی که کسانی مثل منو به جای دیگه کشیدید، شما مسئول هستید در کشتاری که این رژیم خونخوار داره میکنه. فرق نمیکنه اگر این رژیم کشتار میکنه و کشتار کرد از روز نخست، شما پشتیبانی کردید و ادامهش میدهش و خودتون فرار کردید، در رفتید، ماها رو انداختید جلو. منی که هیچ کاره بودم، منی که نه رهبر بودم نه چیزی بودم، سالها زندان بودم، 3 سال در 209 بودم، منو داغونم کردن، من بخشی از سلامتیم رو اونجا دست دادم. ولی آقای خان بابا تهرانی، شما کجا بودید که روزنامه اتحاد چپ رو می نوشتید؟ یادتون هست؟ در جبهه دموکراتیک منم اونجا دیدید شما، پیش آقای متین دفتری، یادتون هست؟ چه شد که شما باید از گل نشدیدید و خیلی ها رو اعدام کردن، شکنجه کردن، نابود کردن، بچه هایی که هیچ نامی ازشون نیست؟ من پیامی داشتم به بچه های ایران، داخل ایران، اون کسانی که دارن تلاش میکنن، میان تو برنامه ها بیشتر صداشون رو
همواره میگن آقا ما داریم تلاش میکنیم. این بچه ها که میان، اینا که بخششون در خارج از ایران هستن یا در ترکیه هستن یا در اروپا هستن یا در جای دیگه، فرق نمی کنه، اینا نمادهای داخلی مردم ما هستن عزیزم. اینا کسانی هستن که دیگه نتونستن بمونن، زدن بیرون، ولی در درون خود ارتش، در درون خود سپاه، در درون خود بسیج آدم هایی هستن که دلسوخته، یه امپرست منطقه، نمیتونن به کسی اعتماد بکنن، نمیتونن کاری بکنن که به دیگران بفهمن. وقتی که هواپیمای ارتشی ها سقوط میکنه، وقتی که هواپیمای سپاهی ها، سرداران سپاه چند گروه سقوط میکنه، اینا شما میبینید دیگه، چرا سقوط میکنه؟ چرا هواپیمای، از خودتون شنیدید، چرا هواپیمای رئیس جمهورای جمهوری اسلامی چرا سقوط نکرده؟ چرا هواپیمای آقای خامنه‌ای سقوط نکرده؟ چرا هواپیمای پسرای خامنه‌ای سقوط نمی‌کنن؟ چرا هواپیمایی که آقای خمینی بربر می‌کردن سقوط نمی‌کردن؟ چرا اصلا هواپیمایی که آخوند برن سقوط نمی‌کنه؟ نش از شما، از خودتون شنیدید، از خودتون پرسیدید؟ سپاهی ها، بسیجی ها، ارتشی ها، چرا هواپیمای زهی نژاد سقوط میکنه با اون همه همشون کشته میشن؟ چرا چمران از پشت با تیر میزنن؟ چرا؟ چرا تصفیه حساب درونی هست؟ برای چی؟ چرا هی سپاه رو، ارتش رو قربار میکنن؟ برای چی کار میکنن؟ گرامیان من نترسید، اون کسایی که در سپاه هستید، اون کسایی که در وزارت اطلاعات هستید، حتی اون کسایی که در بسیج هستید، اون کسایی که در ارتش هستید. من یه روزی ارتشی بودم، من در نیرو هوایی بودم، ما 5 نفر بودیم که برنامه داشتیم میخواستیم شاه رو ترور بکنیم و با هم گفتگو کردیم. کار بسیار خطرناکی بود و برای هر کدوم از ما مرگ بود و من بهشون گفتم که اگر میخواید زنده بمونید تک تک این مسئله رو تمامش کنید، به هیچ عنوان هیچ گو حتی به همسرتون هم دیگه نگید، کار رو ما نمی کنیم بنابر علتهایی، و اگر هر کسی بگه علاوه بر اینکه خودش کشته میشه همه کشته میشیم ما. و این مسئله رو من از اون رو دارم در اینجا میگم که این، چون پس از انقلاب این خجسته که خمینی بازگو شد من میگم، اگر نه این رو نمیگفتم، به خود شاهزاده من گفتم اینو. همه گونه که ما این راز رو نگه داشتیم، ارتشیان گرامی، سپاهیان گرامی، بسیجیان، شما نیز میتونید راز رو نگه دارید. اگر شما مخالف هستید راز رو در درون خودتون نگه دارید. اگر رفیق مورد اعتماد پیدا میکنید خیلی آرام باش تماس بگیرید، ارزیابی کنید، روش کار کنید، اگر صلاح دیدید باش در میون بذارید، نگذارید این اطلاعات زیاد گسترده بشه، با هم باشید و نگذارید اون اطلاعات از 4-5 نفر بیشتر بره. و من درخواست میکنم کسانی که سردارا هستن یا در ارتش رتبه‌های بالا دارن یا در بسیج، فرق نمیکنه، اگر خواسته باشن به تلویزیون تلفن کنن، تلویزیون از من میپرسه، من شماره تلفنم بهشون میدم، من میتونم بهشون راهنمایی کنم که چه بکنن، چون تجربهش دارم، یک نیروی مبارز هستم، سالها تو این کار بودم، هم تجربه ارتشیش دارم، هم تجربه مبارزه در بیرونش دارم و تا امروز در مبارزه هستم. اگر ما بتونیم خودمون رو حفظ کنیم و مبارز باشیم، حتی اون کسانی که حتی دستشون آلوده است فرق نمی کنه، هیچگاه ناامید نشید. اگر شما رو وادار کردم که کشتار بکنید،
اگر میخواید به مردم ما بپیوندید ناامید نباشید، چون کسی رو کشتید بگید آقا چون من کسی رو کشتم بس منو میکشن. نه، اینجوری نیست. هر کسی جایگاه خودش رو داره. تماس بگیرید، ما راهنماییتون میکنیم و راه چاه رو بهتون در حد توانمون بهتون میگیم و دور نیست، دیر نیست، این کشور به زودی آزاد میشه و شرایطی که به وجود اومده شرایطی نیستش که این رژیم بتونه بمونه. این رژیم باید بریزه. این رژیم باید سال 88 میریخ زمین، که به خاطر اینکه از خارج پشتیبانی نشد، به خاطر اینکه ارتباط نداشتن، به خاطر اینکه رهبری خیانت کرد، به خاطر اینکه رهبری از درون خود رژیم بود، اون خیزش بزرگ 4 میلیونی مواجه با شکست شد. ولی این بار شورای ملی هستش، رهبرش شاهزاده رضا پهلوی هستن که من بسیاریشون رو قبول دارم و تنها شخصیتیه که در میون اپوزیسیون وزنی هستش و آدم بسیار اندیشمندیه و همتا هم نداره در بین اپوزیسیون. بقیه فقط حرف میزنن و ایشون عمل کرده، گفته حتی من ایران میرم. مگر در جنگ 80 اعلام نکرد که من حاضرم برم در ایران خرابان بشم و در جنگ شرکت بکنم؟ این نکرد. امروزه که با تلاش فرزندان ایران و با رنسانس جهانی که به وجود اومده، که فرزندان ایران خودشون رو به اون رنسانس وصل کردن، اون خیزش مردمی جهانی که به وجود اومده، ما یک امکانی پیدا کردیم که بتونیم اون اهرم بزرگ جهانی رو به نفع خودمون تکونش بدیم. گرامیان، مردم جهان یا مردم آمریکا که اعلام آمادگی کردن، مانند آیکاکس یا موتور سوارا که شما فیلماشون رو بارها و بارها توی برنامه‌های من دیدید، اینا تازه نوک اون کوه یخ هستن که شما روی آب می‌بینید. نمونه‌اش هم این دوتا سناتور آمریکایی بودن که چند روز پیش یه همچین اعلامیه دادن. چرا یه همچین نبود پیش از این؟ در این خیزش و رنسانس جهانی همراه باشید. اون کسانی که میخوان تلاش بکنن با سازمان آیکاکس تماس بگیرن، پشتیبانشون باشن، یا برن توی فیسبوک آیکاکس بوندهش عضو بشن. گرامیان، اگر موجی بلند شده، باید ما موج رو باید تقویت بکنیم، نه اینکه بشینی فقط تماشاگر باشیم. یه سری اصلا فقط میشینن تماشا میکنن، فقط عیبجویی میکنن که آقا اینجا چرا اینجوریه، اون چرا آمریکاییه، اون چرا اسرائیلیه، اون چرا فلان شده، اون چرا بیسار شده. اگر دلسوز هستید باید تلاش بکنید. من در برنامه من داره به پایان میرسه. از ایرانیان درخواست میکنم که اون کسانی که دلشون برای وطنشون میزنه سپاسگزار باشن از کسایی که دارن تلاش میکنن براشون. این تلویزیونی که هست، آریان وطنخواه که داره تلاش میکنه، از این تلویزیون پشتیبانی کنید که من بتونم بیام تو این تلویزیون و چیزایی که هست، چیزایی که به نظرم میرسه، تجربه‌ای که دارم، هر چی که هست در خدمت شما باشم و افرادی که مانند من هستن بتونن یه جایی داشته باشن که با شما بتونن هم آوا و همراه باشن. سپاس از مهرتون. تا بهرامشید دیگر و سه شنبه دیگر که با شما خواهم بود. گرامی من، برنامه داره به پایان میرسه. سپاس از مهرتون که گفتار منو گوش کردید و اگر باز من دوباره میگم، ارتشیای گرامی، بسیجیای گرامی، سپاهیان گرامی، اگر هر کدوم دلتون برای ایران میزنه تماس بگیرید با تلویزیون ایران آریایی، با من تماس بگیرید. نمیخواد اسم خودتون رو بگید، با یه اسم رمز مشخصی بگید، من میتونم راهنماییتون بکنم. سپاس از مهر شما، بدرود با شما و هر کسی خواسته باشه این کارو بکنه، من در خدمتش هستم. بدرود با شما تا سه‌شنبه تازی دیگر و بهرامشید دیگر. بدرود با شما.